درود بر شما. در اینجا قصد داریم که برنامه چپگر راستگرد رو با نرم افزار X5000 با هم دیگه بنویسیم. اولین کاری که میکنم برنامه قبلی رو من میام با اسم جدید ذخیرش میکنم که برنامه قبلی از بین نره. خب اسم اون دوتا ورودی که داشتیم رو میام توی قسمت مربوط به لوکال وریبل عوض میکنم. استارت یک داشتیم و استارت دو، اینو میذارم مثلا left، یه شستی هم مینویسم که بدونم این شستیه و خروجی نیست، اینم مینویسم right شستی. خب برای خروجی هم این که نوشته بود موتور، میام مینویسم out left، یه دونه دیگه اینجا اضافه میکنم و اینو میذارم out right، میذارم q 0 و 0 و 1. خب شد دوتا ورودی دوتا خروجی. یه استوپ هم باید براش تعریف بکنیم دیگه، یه استوپ هم براش در نظر میگیریم. خب من تا اینجا رو سیو میکنم. خب اینم میگم استوپ شستی، نوش بولیان، میذارم آی صفر و صفر و تا یک که گذاشتیم میشه دو. این تا اینجا. این تیکایی که میبینید اینجا خورده یا نخورده به خاطر استفاده توی برنامه. الان ما این خروجی که اضافه کردیم و این دوتا ورودی ها رو هنوز توی برنامه استفاده نکردیم. خب من حالا میرم توی برنامه میگم که دیگه این استارت دیگه نداریم دیگه، میگم که شستی لفت رو که زدم شما بیا چیکار کن. اینجا دیگه از اوت استفاده نمی کنم چون شستی و یک لحظه هست، اینو پاک میکنم و به جایش ست میذارم. ست کدومه؟ ست این گزینه هست. اینجا میام میذارم، اسمش هم میذارم اوت لفت. خب وقتی که شستی چپگرد رو زدم خروجی چپگرد فعال بشه. توی خط بعدی هم ما یه ست دیگه داریم که مربوط به راستگرده، درسته؟ خب توی ورودیش هم میام یه دونه نرمالی اوپن میذارم، نوعش هم میشه رایت شستی، اینم برایش در نظر میگیرم. خب هر موقع استوپ رو زدم، ببینید استوپ شستی استوپ رو زدم، هر دوتا رو باید ریسیت کنم. پس دوتا ریسیت پشت سر هم میذارم، یکی لفت یا همون چپگرد، یکی هم راستگرد، میشه اینجا. خب فقط اینجا با در نظر بگیرین که این باید بیاد به بالا وصل بشه. میایم روی بالا، اینجا یه دونه F6 اگر دقت بکنین خط به سمت پایین داره، اینجا که این خط رو بیاریم به این صورت میاد و این دوتا رو با همدیگه وصل میکنه. خب ما میخواییم اینجا چپگرد راستگرد کند رو داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی شستی چپگرد رو زدیم فعال بشه، بعد استوپ رو بزنیم غیر فعال بشه، بعد اگر خواستیم شستی راستگرد رو بزنیم راستگرد فعال بشه. خب حالا الان توی این برنامه من اگر شستی چپگرد رو بزنم چپگرد فعال میشه، راستگرد رو بزنم راستگرد هم فعال میشه. خب این اشتباهه. میام اینجا یه حفاظت براش در نظر میگیرم، نات خروجی مقابل رو میام براش در نظر میگیرم. اینجا چپگرده، میام اوت رایت رو براش در نظر میگیرم، میگم اگر راستگرد غیر فعال بود شما اجازه داری که شستی چپگرد بزنه و چپگرد رو فعال بکنه. این همین حالت رو هم برای شستی راستگرد در نظر میگیریم و میگیم اگر خروجی چپگرد غیر فعال بود شما میتونی اینو فعال بکنی. دقت داشته باشین که حالا که فعال شد دیگه گزینه مقابل دیگه کار نمیکنه تا زمانی که ما شستی استوپ رو بزنیم. ببین من اینجا استوپ میکنم، این برنامه رو برای اینکه تنوع بشه سیمولیشن میکنم روی پی ال سی دانلود نمیکنم. خب اینو میام سیمولیشن میکنم، میرم روی حالت
الان استارت مانیتور هست، روی حالت ران هم هست. خب من میام شستی چپگرد یا راستگرد فرق نمیکنه، هر کدوم از اینا چون هر دوتا الان خروجی هم غیر فعاله، شرط الان به ما اجازه فعال شدن میده. مثلا من میام چپگرد رو فعال میکنم، خب دستم حالا از روی شستی چپگرد بر میدارم، میبینید که چپگرد فعال شده و فعال مونده. چرا؟ چون من از دستور ست استفاده کردیم دیگه، از دستور به اصطلاح اوت استفاده نکردیم براش. خب فعال کردن دوباره شستی چپگرد که بیمعنیه دیگه، چون چرا؟ چون اینجا فعال شده، ست شده دیگه، شما دوباره که نمیتونی اون رو ست بکنی. خب اینجا بس بیمعنیه. میام توی قسمت پایین چیکار میکنم؟ توی قسمت پایین میام شستی راستگرد رو فعال میکنم، ولی چون خروجی چپگرد فعال شده ناتش میشه صفر، و عملا اگر ما شستی راستگرد رو فعال بکنیم هیچ اتفاقی نمیفته. تا کی؟ تا زمانی که ما استوپ رو بزنیم. زمانی که ما استوپ رو میزنیم هر دوتا خروجی غیر فعال میشه، البته خروجی راستگرد که غیر فعال بود، فقط همون خروجی چپگرد غیر فعال میشه. دستم رو از روی شستی استوپ بر میدارم، الان اگر خواستم میتونم راستگرد رو فعال بکنم. ببینید الان راستگرد فعال شد، خب به تب دیگه عملا چپگرد دیگه الان فعال نمیشه. چرا؟ چون خروجی راستگرد فعاله، ناتش میشه صفر و اجازه ست شدن چپگرد رو به ما نمیده تا زمانی که ما بیایم و استوپ شستی رو بزنیم. حالا که استوپ زدیم حتی دوباره همون راستگرد رو هم میتونیم فعال بکنیم. چرا؟ چون هر دوتا خروجی غیر فعال شد. ببینید دوباره خودمون راستگرد رو هم میتونیم فعال بکنیم.